شاید پردازنده مغز گوشیتون باشه، ولی قلب گوشیتون باتریشه و خیلی مهمه که این قلب بتونه درست حسابی خون رسانی کنه. با پیشرفت رابط کاربری موبایل ها، ارتباط بین نرم افزار و سخت افزار خیلی بهتر شده و الان دیگه کاربرا میتونن میزان استفاده باتریشون رو خیلی راحت از طریق نرم افزار ببینن که بتونن ببینن چه بخشی بیشترین استفاده رو داره و برن شخصی سازی بکنن و اینجوری استفادهشون رو بهینه تر بکنن و همین که بتونن در واقع عمر باتریشون رو بیشتر کنن. برای این کار جدا از تنظیمات گوشی کلی اپ ثانویه داریم که حالا مثلا بخوام برای آیفون بهتون معرفی بکنم، باتری HD Plus. با این اپ شما روی آیفونتون هم میتونید ببینید که هر اپ چقدر از باتریتون رو داره مصرف میکنه، یا مثلا با نیم ساعت بازی سه‌بعدی چقدر از باتری گوشیتون داره مصرف میشه و میتونید وقتی که به شارژ زدین هم کامل مانیتور کنین که چه مقدار ولتاژ گوشیتون داره شارژ میشه یا دمای گوشیتون موقع شارژ چقدر بالا پایین میشه و مهمتر از همه زمان و تایم بندی دقیقی از شارژ و مصرف باتری بهتون میده که خیلی همشون کارآمده. کلن با این اپ ها میتونید عمر باتری رو بیشتر بکنید، ولی خب باتری یه چیز مصرفی و بالاخره یه روزی عمرش تموم میشه، حالا هر چقدر هم شما میخواید ازش مراقبت کنید و تنها راه چارش هم اینه که باتری رو تعویض کنید چون قابل تعمیر نیست. حالا توی اگه کاربر آیفون باشید میدونید که تو بخش تنظیماتش یه قسمتی هست که شما میتونید سلامت باتریتون رو اونجا چک کنید و ببینید و استفاده از این اپ های ثانویه که همین الانم یکی بهتون معرفی کردم بعد نیست شما هر از گاهی برید یه سر بزنید به این باتری ببینید چشه، حالش خوبه، حالش بده، مراقبش باشید. و حالا اگه یه روزی این قسمت خیلی مهم خراب بشه، تنها راه چارش همونطوری که بهتون گفتم اینه که تعویضش کنید. قابل تعمیر نیست متاسفانه. از آیفون X به بعد یک امکانی به آیفون ها اضافه شد، اینکه شما هر بخشی از گوشیتون رو میخواستید تعویض بکنید و از یه جای غیر در واقع معتبر مثلا مثل باتری رو میرفتید عوض میکردید، این به شما توی تنظیمات همیشه یک اروری نشون میداد، unknown part این اسمش بود و این به جز اینکه خیلی آزاردهنده دیدن این ارور همیشگی خیلی هم آسیب رسانه. یکی از مشکلات خیلی وحشتناکش اینه که دیگه مقاومت گوشی آیفون شما رو در برابر آب و گرد و غبار از بین میبره که دلیلش هم معلومه، استفاده از چسب نامناسب برای دوباره بستن گوشی. درست نبستن پشت گوشی خیلی مشکلات دیگه به جز آب و گرد و غبار پیش میاره. مثلا فکر کنید که برای کسایی که همیشه گوشیشون رو بدون قاب استفاده میکنن، همین تو جیب گذاشتنش باعث میشه که به مرور زمان کلی پرز پارچه داخل گوشی نفوذ کنه و کم کم پشت گوشی یه لایه از پرز و غبار درست میشه که اولین کاری که میکنه از بین بردن هیت سینک گوشیه و سیستم خنک کننده گوشی کم کم از کار میفته. حالا برای حل این مسائل دو تا نکته هست که حتما باید رعایت شه. یکی اینکه مطمئن شیم باتریمون اصلیه. دو اینکه بعد از تعویض باتری از چسب ضد آبی که مطابق استاندارد خود شرکت اپل هست استفاده بشه که آوایسور این کارو دقیقاً برای شما انجام میده، فقط به شرط اینکه گوشیتون رو قبلا جای دیگه ای نبرده باشید تعمیر کرده باشین، که این تعمیر شامل هر تعمیری LCD یا اسپیکر یا هر بخش دیگه ای. چرا؟ چون دیگه از اون چسب ضد آب نمیتونید استفاده بکنید. و مورد بعدی هم که اگر یه زمانی رفتید پیش مجموعه ی آوایسور برای انجام این کار، در نظر داشته باشین که باتری قبلی روی گوشیتون حتما باشه. مرسی که تا پایان ویدیو همراه بودین. اگر یه زمانی قصد تعویض باتری گوشی آیفونتون رو داشتین، میتونید با خیال راحت به آوایسور سر بزنید، برید سراغشون و آوایسور یه مجموعه معتبریه که من خیلی وقت دارم باشون همکاری میکنم و به نظرم قابل اعتماد هستن. میتونید با خیال راحت گوشیتون رو بهشون بسپارید. مرسی که تا پایان ویدیو همراه بودین. منتظر ویدیوهای بعدی باشید و اگه کلن تجربه تعویض باتری گوشی داشتین از این اتفاقات این شکلی توی گوشی، چون کلن تعمیرات توی ایران یه چالنجه، یه چالش خیلی بزرگه، مطمئنن هم قراره خیلی ها بیان کامنت منفی بدن از فروشگاه های دیگه، از جاهای دیگه که این کار رو انجام میدن، ولی خب من خیلی خوشحال میشم که این انتقادات رو داشته باشیم یا کلن هر چالنج و چالشی که براتون پیش اومده رو توی کامنت ها بذارید. انتقاد به من وارد نیست، ولی توی کامنت ها نظراتتون رو بگید، تجربیاتتون رو بگید. من منتظر ویدیوی بعدی هم باشید. مرسی، تا ویدیوی بعدی، خدافظ.